اینجا که چیز کردیم دیگه، گفتم این 9 تا رج تا رج 9 یا ردیف 9 رو بافتیم که اینجوری 9 تا چیز شد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 تا از اینا شد. این هم همون که گفتم جوی میزنیم که مثلا بعد وسط کار در، یعنی بخواییم بل کنیم کار رو در نره. بعد حالا میریم ردیف 10، تو ردیف 10 گفته 5 تا سفیده، 3 تا قهوه‌ایه، 2 تا سفیده. حالا اگه از روی اینم بخوایم چیز کنیم، 9 رو که انجام دادیم اینجوری میشه اینو. حالا 10 اینا، حالا این گفته چند تا سفید، 5 تا سفید، حالا اینجا میشه 5 تا سفید، 3 تا قهوه‌ای و دوباره 2 تا سفید. رو نقشه هم اینجوری بخواید به اینجوری اینطوری، ولی خب سخت، من اینو خیلی دوست ندارم اینطوری، روی این ترجمه دارم روی اینا که اینطوری گفته. بعد حالا میدیم که ببینیم چجوری این 3 تا قهوه‌ای رو اضافه کنیم. یه کاری هم که میتونیم بکنیم، چون مثلا این حالا توضیح میدم وسط کار چجوری چی میگم قطعی شد. خب پس 5 تا سفید رو الان انجام بدیم، 5 تا سفید کلاب اینجا برمیگردیم، 6 تا زنجیره، 5 6، میریم توی اون چهارمین زنجیره، 1 2 3 4، دابل کروشه میزنیم. بعدی اینو به این بس میکنیم، خب این 5 تا سفید رو بزنیم تا برسیم به قهوه‌ای. خب من این 5 تا رو بافتم، 1 2 3 1 2 3 4 5، 5 تا سفید که گفته بود اینجا، 5 تا سفید، حالا 3 تا قهوه‌ای. حالا ببینیم اینجا دیگه مهم میشه که ما الان توی سمت درست هستیم یا سمت اشتباه. اینجا توضیح بود دیگه، WS میشه سمت اشتباه، RS میشه سمت درست، wrong side و right side. الان ما توی سمت، یعنی کار که جلوی ما هست، اینی که الان داریم میبافیم اینجوری هست، سمت درستمونه. پس باید نخا بره پشت، نخایی که اضافه میکنیم باید بره پشت کار. پس الان 3 تا قهوه‌ای باید بزنیم. حالا کاری که میشه بکنیم هم اینه که قبل از این که اینا رو چیز کنیم، شروع به باف کنیم، اینا رو اینجوری به صورت اینجوری در بیاریم، مثلا دو تا بسته که حالا برای که هی بخوایم رنگ رو عوض کنیم، نخواییم هم نخو به خودمون بکشیم توی کار، توی مثلا بدن. این هرکی جلو تر میریم، این مثلا دو تا سفید ها اصلا فاصله میگیرن، مثلا اینجا یه مثلا 5 تا سفید اینجاست، اینجا بینش رنگ های دیگه است، دوباره یه دو تا سفید نخواییم مثلا نخ اینجا کشیده بشه باش ببرم، که هم نخ الکی استفاده میشه زیر این کار، هم بالاخره خب شاید قشنگ تر باشه مثلا اینجوری زیرش هی نخ رد نکنیم بر پشت کار. من خودم میشه این کار رو کرد، میشه نخو با خودتون بکشین بیارین تا اینجا برسین به این مثلا سفیدای آخر. میشه هم که مثلا از یه مثلا اینجوری بلوله درست کنین، بعد هی تیکه تیکه ازش استفاده کنین وقتی میخواییم رنگ رو عوض کنیم. خب الان بریم ببینیم این 3 تا قهوه‌ای رو چجوری باید بزنیم. نخ قهوه‌ای رو میاریم. خب اینجا پس چی بود؟ این بر رایت ساید بود. پس باید نخمون
بره پشت اون نخ اضافی که حالا اینجا قراره چیز شه، بره پشت. خب برکه تغییر رنگ بدیم، یکم اضافه دومش رو اضافه میگیریم، بعد میایم اینجا، میخوایم اینجا چیز شه دیگه، اینجوری گلاب میکنیم توی همون جایی که برای چیز بعدی پیکسل بعدیه، اینو میگیرین میکنین دور گلاب و با خودتون میاریدش داخل. خب این الان یه تیکه هم این پشتش اضافه میذاریم که بعد تو کار میبریم که سفت بشه، یا حالا بعدا میشه با حتی چیزم دوختش، با سوزن تو کار بدوزیمش بین بافتا. خب الان نخمون شد قهوه‌ای. واسه این الان من اینو تجربه کردم، ببین باید این سفیدم بره پشت، چون رایت ساید اینجاست، نباید نخ اینجوری رو باشه، باید بره پشت. خب این قهوه‌ای اینجاست، این سفیده رو ول کنین، حالا مثلا با این انگشت بگیرید که خیلی هم شل نشه. بعد نخ قهوه‌ای رو میگیریم این جلو، دوباره اینو باید یکم اینجاش عوض، یکم سخته. خب اینه که رد کنیم، بعد از این تو هم ردش میکنیم، همون اسلیپ استیچ که میزدیم دیگه، با نخ سفید ادامه نمیدیم، با نخ قهوه ادامه میدیم. بعد سه تا زنجیره همونو میزنیم، یک دو، این سه تا زنجیره حالا رنگش چون نخ تیره است خیلی مشخص شاید نباشه. خب سفید رو من دیگه با خودم نمیارم، چون دوباره میخوام از یه آخرش یه کلافه نمیارم چیه، نخ گلوله، نخ سفید دیگه استفاده کنم. خب اینو سه تا زنجیره داریم، حالا سه تا هم همون دابل کروشه میزنیم و واسه که این اینجا چیز بشه، به قولن سکیور بشه یا توی کار بمونه، حالا چیز توی کار اینجوری ردش کنیم، اینو اینجا میذارید، این پشت نگهش میدارید، گلابتون که میخواید ببرید داخل، گلابو از این نخه باید روی گلاب باشه، اینجوری میگیرید که این نخ بیاد روی گلاب و بافتتون رو از اونجا انجام میدین که این بمونه توی اون، سفت بمونه. این یه دابل کروشه، دوباره میریم این داخل اینجا، به این دوباره نخه روی قلاب، این پشت که هستش، و این نخه رو از رو میاریم. اون نخه ادامه اون دومه این بود که برای که سست بمونه سر جاش، یخ باز نشه و آویزم نباشه پشت کار. اینجوری این دوتا، یکی دیگه، اینم اگر مثلا بخواید نخ سفیده رو با خودتون بیارید، نخواید دوباره یه دونه چیز دیگه عوض کنید، یعنی یه بسته دیگه نخ استفاده کنید، اینو مثل همه اینو باید همجوری از رو ببافید بیارید با خودتون تا حالا دوباره برسید بهش بخواید استفادهش کنید. ولی من خودم ترجیح میدم اینو نیارم، چون هم اینجوری قشنگ پشت کار تمیزتر در میاد، هم الکی اسراف نمیشه، حالا حتی کم باشه، اینجا کامبا گرونه من ترجیح میدم کامبا اسراف نکنم که اون پشت کار بیارمش. دوباره گفته بود چند تا قهوه بود، سه تا باید قهوه بزنیم. خب این دوتا قهوه‌ای، یکی دیگه، من یادم رفت، ببینیم مثلا یادم رفت این نخه رو بیارم با خودم، دوباره میشکافم این نخه رو بیارم، چون قشنگ‌تر میشه کار، تمیزتر در میاد. این نخه رو با خودتون بیاریدش، نخه اضافی که اول کار
چیز بود این دوباره. خب بریم سومی، دوباره این نخ رو یادتون باشه پشت کار بذارید که کار تمیزتر در بیاد. باید نخ روی قلاب باشه. خب چیز رو یادم رفت، زنجیره رو یادم رفت بزنم. تا زنجیره حواسم پرت نخه شد. این نخه رو دوباره این نخه روی قله این سه تا قهوه. حالا دوباره نخ قهوه رو میذاریم پشت، چون این ور روی کاره اون پشت سمت اشتباهی که باید همین مثلا اینجور نخ ها میزنه بیرون و اینا. من یه چیز سفید دیگه از یک بسته سفید دیگه بر میدارم و دوباره همینو ادامه میدم، میرم اینجور مثلا تغییر رنگ که دادم به قهوه دوباره اینا اینجوری میارم این تو، یکم پشتش رو اضافه میذارم بلکه تو کار بیاد تو حالا یا بدوزیمش بعد. نه اینا از این تو رد میکنیم. حالا این قهوه هم یکم سفتش کنیم، سه تا زنجیره میزنیم، دوباره این سفید رو میاریم رو که اینجا سفت بشه توی کار و یک این دو اینم میریم بعدی. زنجیره این سفید هم دوباره میارم بالا که بیاد توی کار بسته بشه. این یک این دو ببین اینجوری چه تمیز شد پشت کارم، اینجوری نخ سفید کشیده نشد بخواد بیاد. خب این تا اینجا شدیم ردیف ده رو انجام داریم. یک اینجا، یک دو سه چهار پنج شیش هفت پنج نه ده، ده ردیف ده رو انجام داریم. خب تا اینجا که رفت، تا ردیف ده رفتیم که 5 تا سفید زدیم، 1 2 3 4 5 تا سفید، 3 تا قهوه‌ای، 1 2 3 تا قهوه‌ای و 2 تا سفید. 1 2 حالا می‌خوام بریم ردیف بعدی، ردیف 11. ردیف 11 گفته 2 تا سفید، 4 تا قهوه‌ای، 5 تا سفید. خب این تا آخر این ردیف ده بود. حالا برم گردیم دوباره مثل همیشه که انجام میدیم، 6 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره، میام توی
زنجیره چهارم از قلاب میشماریم، یک دو سه چهار، اینجا میام، اینجا کم فکرم سفت بافتم، بعد اینو میگیریم میام بیرون، یک زنجیره بعدی، دو و سه. خب الان ما طبق چیز توی رانگ سایت هستیم، یعنی سمت غلط کار که پشت کار نخوا اونجا هست و اینا، که الان اینا نخوا ببینین این بره. خب ببینیم دو تا سفید یا سفید دیگه گفت بعد بباریم ببافیم، سه تا زنجیره، سه تا دابل کروشه، دو تا سفید، بعدش چی؟ چهار تا قهوه‌ای. خب دوباره این سفیدمون این ور، خب سمت غلط کار یا نخامون هست پشت کار این ور، سفیدو همینجا میذاریم، حالا قهوه‌ای رو استفادهش میکنیم. یکم این نخام هرچی بین جلوتر باید مواظب باشید خیلی به هم گره نخوره، تون تون بازشون کنیم وقتی چند تا رنگ میشه. خب حالا اینجا اگه که اینو از اینجا بگیرید بیارید، بعضی وقتا یه خط این پشت میفته که خیلی جالب نیست. من اینو وقتی میخوام بیارم از پشت میگیرمش، یعنی از همین این ور قلابو از این پشت میکنم اینجوری میارمش که این ور کامل این نخه پیدا نباشه روی کار، چون اگه بعضی وقتا اینجوری که میکشیم از جلو سالا ببینم اینجوری که بیاریمش سفید و سفت کنیم، بعد از این یه خط قهوه‌ای میفته اینجوری روی کار، یعنی نخ قهوه‌ای معلوم میشه. مثلا من اینو از در واقع از این ور میگیرم اینجوری میارمش اینجوری که هست اینجوری. چهار تا قهوه ای، دوباره سه تا زنجیره، این برم چون دیگه سفید هست دیگه نمیخواد این سفید رو با خودم بکشم بیارم، اینم که دیگه میریم از زیر این اینجوری که اون نخ قهوه ای که کشیده شده کامل بره زیر کار، یک دو سه. خب بعدی یک دو سه، یک خب اینا همینجوری انجام میدیم، بعد دوباره میرسیم به این سفید، سفید رو برمیداریم و میدیم تا جلو که بعد دیگه این الان 11 بودیم، 11 رو انجام میدیم، 12 هم مثل همین برمیگردیم دست اون رو برمیگردیم 6 تا زنجیره رو دوباره شروع میکنیم، 12 رو انجام بدیم، بعد به 13 رو دوباره برمیگردم براتون توضیح میدم که چجوری دوباره چند تا رنگ دوباره این وسط یه دونه قهوه‌ای روشن هست.
دوباره تغییر رنگ و بر تو توضیح میدم چجوریه، چون دیگه همش تکراری میشه دیگه، مثلا هی باید تغییر رنگ انجام بدین، کاری نداره. 13 هم دوباره میام با هم انجام میدیم، پس تا 12 رو انجام بدین، 13 رو دوباره برمیگردیم با هم انجام میدیم. خب این 12 رو انجام دادیم تا اینجا، حالا اومدیم ردیف 13. دو تا سفید، دو تا قهوه‌ای، دو تا قهوه‌ای روشن، دور دو تا قهوه‌ای، 5 تا سفید. خب دوباره حتما اینجا هم باز دقت کنید، این بین رانگ ساید و رایت ساید خیلی دقت کنید که حواستون باشه نخ پشت کار و اینا کجا هست. الان دوباره اومدیم توی رانگ ساید، یعنی پشت کار هستیم، پس نخا باید رو به خودمون باشه. ببینید نخا رو به این بره. خب دوباره 6 تا زنجیره، 5 6 توی زنجیره چهارم از سلقه، 2 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
کار راحتیه، سخت نیست، یه کم تمرین میخواد و بعدش هم دیگه لذتشو میبرید. دو تا سفید، اینم دومیش هم انجام بدیم. سه تا زنجیره، حتما یادتون نره پیج ما رو سابسکرایب کنید و اگه از این ویدیو هم خوشتون اومد به کارتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، کامنت رو جواب میدیم، سوالی داشتید بپرسید جواب میدم. خب الان دو تا سفید زدیم، دو تا قهوه‌ای. دوباره من از این برمیارم، اینو میگیرم، سه تا زنجیره. بعد یه چیز دیگه هم که بگم، بهتره که کامبوهاتون از یه مارک باشن. من حالا چون اینجا نبود، از این جنس این یکی که قیمتش مناسبه نبود، قهوه‌ای نداشت در واقع، من شما از این یه مدل دیگه قهوه‌ای بگیرم. بهتر که از یه مارک بگیرید که مثلا سایزش و اینا همشون به هم بخوره، وقت مثلا یکیش نخش نازک نباشه، یکیش ضخیم باشه که خراب بشه کارتون. حتما چیزا به هم بخورن، سایز نخوا. خب یکی و یه قهوه دیگه هم باید بزنیم، سه تا زنجیره، سه تا هم دابل کروشه. این یکی، این دوتا. حالا این سری من چیز میکنم، میخوام اون یکی روش رو بگم که چجوری نخو از پشت رد کنین. خب اینجا دوباره ما چون هم کانوا خیلی گرونه، هم این که خیلی تنوع نداشت، اون فروشگاهی که من میرم ازش خرید میکنم اسمش فروشگاه پریزما هست تو فنلاند، من به جای چیز قهوه روشن زرد گرفتم. حالا امیدوارم قشنگ بشه، نمیدونم آخرش چی در بیاد، ولی اینجوری. شما حالا همون اگر تونست قهوه روشن پیدا کنید، قهوه روشن بگیرید. خب میخوام حالا بریم دو تا در واقع قهوه روشن بزنیم. اینو میپیچیم دور این، هم میخوام رنگمون رو عوض کنیم مثل سری قبل. میپیچیم اینجا، از تو ردش میکنیم. خب این نخم نگه داریم، اینو صف کنیم، اینو صف کنیم. حالا نگه داریم،
این یه دور از این ردش میکنیم، حالا سه تا زنجیره میزنیم، یک دو سه. حالا گفتم این روشه رو چیز کنیم که این نخ قهوه‌ای رو با خودمون بیاریم، یعنی دو تا قهوه‌ای روشن میزنیم یا همین زردی که من دارم و بعدش دو تا قهوه‌ای میخواد. حالا این روش رو هم بهتون میگم که نخواهی مثلا دوباره نخ کلاف دیگه باز کنیم، مثل همون سری قبلی که اینو میذاشتیم این بالا که تو کار بمونه، این هم همونطوری، اینو باید از رو چیز کنیم. خب بریم مثلا همون کاری که کردیم، این نخ و این نخ برای که تو کار، اینو برای که تو کار بدوزیم و اینم برای که توی با خودمون بیاریمش جلو چیز میکنیم اینجوری از روی قلاب، بعد بیاد روی قلاب و ما بعد بریم توی این محلی که همیشه میریم، توی این شکافی که بعد دابل کروشمون رو بزنیم. این یکی، این ببین، این دوتا، اینم، خب این یه دونه. حالا به قولن قهوه کمرنگ یا واسه من زرده. دور بعدیش همون کار تکرار میکنیم، این نخا رو از روی قلاب باید رد کنیم، یعنی بیان رو که توی کار بافته بشه و اون یکی هم که میخوایم با همون بیاد. آه من باز دوباره یادم رفت سه تا زنجیرم رو بزنم دیگه مبتدی هم، اشکال نداره. یک دو سه، حالا اینا از روی کار میاریم، داریم با هم یاد میگیریم در واقع. یک دو خب الان شد دو تا سفید، دو تا قهوه‌ای، دو تا قهوه‌ای روشن یا همین زرد که من دارم و دوباره بعد دو تا قهوه‌ای بزنیم. خب اینا که همجور با خود میاریم تا وقتی تموم بشه، قهوه‌ای هم که با همون اومد از این ور که داشتیم میومدیم. خب دوباره میدیم قهوه‌ای رو میگیریم، اینه یکم چیزش کنیم، یک دو سه، زردم دور بیارید که تو کار بافته بشه، کار تمیزتر در بیاد. یک دو سه، خب یه دونه قهوه دیگه. زنجیره و یادمون نره این زرده هم دوره بیاریم رو تو کار بافته بشه. خب ببینید اصلا دیگه اون حتی اون نه این قهوه یه معلومه اینجا که اومده با همون، نه این زرده که اومدیم توش بافتیم. این هم میشه هم این کاری که الان کردیم که هم اون کاری که گفتم، مثلا این گلولتون رو که دارید تبدیل کنید به این چیزای دوتا جدا که مثلا بتونید نخواید این نخو با خودتون بکشید. هر دو مدل، هر دو روش میتونید انجام بدید. دیگه بعدش هم که باید 5 تا سفید بزنیم
حالا طبق این الگویی که داریم دوباره 5 تا سفید و همینجور انجام میدیم دیگه، همش همینه دیگه، تکراریه. بعد نخود چیز کنید یا حالا با خودتون بکشید بیارید یا کات کنید از یک کلاف دیگه استفاده کنین براش، تغییر رنگ و اینا هم که دیگه گفتم براتون، همینا انجام بدیم تا دیگه اینجایی که مثلا رنگا بیشتر میشه، مثلا چند تا رنگ میشه اینا، یکم ممکنه نخودتون برم گیر کنه اینا، هی هرزگاهی گراش رو باز کنید تا چیز نشه. خب تا ردیف 40 انجام بدید دیگه هم کار تکراریه، هیچ فرقی نمیکنه. تا ردیف 40 انجام بدید، فقط باز حواستون باشه این بیکی یعنی اینجا گفتم یعنی سیاه، رنگا رو دقت کنید، حتما به این رایت ساید و رانگ ساید هم دقت کنید تا رسیدین اینجا. اینجا که رسیدین دوباره با هم انجام میدیم چون یکم فرق میکنه، متفاوت میشه. پس تا ردیف 40 رو انجام بدیم.